می‌فرماید و از اینجا معلوم می‌شود که چون استمداد عارف از سرچشمه حیات ابدی است، لاجرم از چشمه‌های آب ناپاینده مستغنی است. یعنی عالم ربانی هرچه یابد از درون یابد، یعنی عالم ربانی هرچه یابد از درون یابد نه از برون، که یک قطره آب از درون خانه بهتر که صد جوی در بیرون رود، زیرا که در وقت از او نفع رسد نه از آنچه در بیرون است، که آب خانه اصل است و آب بیرون عاریتی. و لابد یوما ان ترد الودائع. و کما اشار حضرت المولوی. خب بحثی که حضرت مولانا داشته است این بود که این علمی که مکتبی باشد و مکتبی باشد و از مکتب آموخته شود و از استاد آموخته شود، البته این علم نیست، این سواد است. سواد هم همان اصطلاح خاص است که فلانی با سواد است، فلانی کم سواد است. سواد هم از سواده هست به معنای سیاهی، و سواد که عرفا بیان کرده اند در حقیقت سیاهی است که بر دل انسان عارف می نشیند. بنابراین عرفا برای این علوم کسبی، چه علومی که در حوزه های خاص آموزش داده می شود، علومی که در حوزه های دانشگاهی آموزش داده می شود، علوم دیگری که کسبی هست و به وسیله استاد به شخص آموخته می شود و وسیله آن قلم و دفتر و کتاب است، اینها همه رو بیهوده پنداشتند و همه اینها رو آنچنان که در جلسات قبل هم عرض شد، همه اینها رو حجاب دانستند. همه اینها حجاب و مانع و حاجز است برای درک و دریافت حقیقی معرفت حقیقیه. و معرفت حقیقی جهان همان معرفت جهاندار است و جهان آفرین است، معرفتی که خداوند ایجاد فرموده است و ما نسبت به او بایستی این معرفت رو به دست آوریم. گویی که با این مسئله مقابله های فراوان شده است و عده‌ای گفتند شما اصل همه علوم رو برهم زدید، ولی نهایتاً این سخن خاصی است که امثال مولانا گفتند و عرفای بنام این رو اعتقاد کرده اند که بسیار مهم است انسان این علمی که دارد مکسبی و مکتبی نباشد، بلکه علم میبایست وهبی باشد، لدنی باشد، من لدن حکیم علیم باشد، از جانب خداوند باشد، چون او عالم مطلق است، چون او علام مطلق است و آنچه که می آموزد اوست، هرچه که قابل آموزش حقیقی است. بنابراین بایست اینجا معلم فقط خدا باشد ولا غیر، و البته خداوند خود معلمینی رو برگزید، انبیا، اوصیا و اولیایی رو برگزید و در میان انسان‌ها فرستاد تا اینکه سخنان آن علام کل رو بر ما برسانند و ما رو مجهز به علم ربانی کنند و علم حقیقی رو بر ما بشناسانند. این چیزهایی که هست از ریاضیات و فلسفه و فیزیک و شیمی و زیستشناسی و روانشناسی و همه اقتصاد و همه این علوم که رفته رفته پیچیده‌تر می شود و حتی علوم دینیه، فقه و
حقوق اسلامی و صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و قافیه و همه این علوم، چه علوم انسانی چه علوم غیر انسانی، علوم ابدانی و علوم ادیانی، همه شامل این سخن مولانا و عرفای بزرگ هستند که اینها اگر از جانب خداوند داده نشود اینها مذلت است و گمراهی است و انسان رو به هیچ جایی نمی رساند، بل او دستیار شیطان می شود تا اینکه آموزه هایی که دارد بتواند با دیگران در میان بگذارد و مردم رو فریفته و شیفته خود کند. مولانا می فرماید که این علمی که هست بایستی از درون باشد، علم باید وحی باشد، خداوند باید این رو بدهد. چرا که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوری است که خداوند در قلب هر کس بخواهد می‌نهد و این علم هر چه که هست ضامن آن و حقیقت آن خداوند متعال است و هر چه که آموخته می‌شود آن علم حقیقت و آن علم الوهی است. و البته خداوند برای این راه‌های دیگری رو نهاده است. شما ملاحظه بفرمایید هیچ کدام از پیامبران ما، از 124,000 پیامبری که معتقدیم خداوند انزال فرموده است و ارسال فرموده است، هیچ کدام از اینها مکتب ندیده بودند، هیچ کدام از اینها در مدرس و در مدرسه نبودند. خود رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه همچنین بوده است که و ما تخده بیمینک، تو اصلا به مکتب نرفته ای، درس نیاموخته ای، معلمی نداشتی، معلم تو خداوند بوده است. و حقیقت مطلب هم این است که انسان باید کاری کند که معلمش و مربیش خداوند باشد. خب چگونه میتواند چون این باشد؟ پس این همه سخنانی که این عرفا گفتند چیست؟ سخنانی که این عرفا گفتند فقط توجه دادن ما به این است که آنچه که علم نامیده میشود، علم حقیقی هست، آن از جانب خداوند قابل اعطا هست، قابل عطا هست و آن هم در دل پاک و صافی. بنابراین آمده اند و گفته اند اول دل رو پاک کن، چون خداوند علم خود رو که شریف است در محل وضیع و در محل پس قرار نمی دهد. دل قلب المؤمن عرش الله، قلب مؤمن عرش خداوند است و خداوند بر عرش استوا دارد. خداوندی که بر عرش استوا دارد و در عرش حضور دارد، آن خداوند قلب انسان مؤمن رو در حقیقت جایگاه خود دانسته است و طبیعی است که علمی که خداوند دارد توسط او بر این عرش نازل می شود و همان استوای عرشیه که وجود دارد در همین جا هم هست. می فرمایند که شما بایستی اول دل رو صافی بکنید، دل رو پاک کنید، از همه قذرات و شذرات، از همه اینها جدا بکنید. و دل وقتی صافی شد، آن وقت است که حکمت الهیه در آن نشیمن می کند. و آن حدیث مشهور هم که از حضرت رسول برایتان جلسه قبل خواندم که من اصبح لله، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه، هر کس که خالص کند خیشتن را 40 شبانه روز، خالص کند خود رو برای خداوند، چشمه های حکمت از قلب او بر زبان او جاری می شود. ناگهان چه می شود که پیامبر وقتی اظهار نبوت می کند، آن وقت سخنان بسیار حکیمانه آن حضرت گوش جان مکیان و دیگران رو می نوازد. این چه سخنی است که وقتی یکی می گوید او از خود بی خود می شود؟ مشهور است که میگویند ابوذر غفاری که یک شخص خاصی بود آمد و روایت متفاوت است و متعدد است،
میگویند که آمد و گفت که این کیست؟ این محمد کیست که آمده عرب رو به هم زده است؟ پدر رو با پسر دشمن کرده است و زن رو از مرد جدا کرده است، ایمان و مؤمن و غیر مؤمن جدا کرده است. من بهتر است بلند شوم بروم به مکه و در مکه این پیغمبر رو بکشم، تا اینکه عرب از این تفرقه‌ای که بعد از مدت‌ها گریبانگیر شده است خلاص شود. حال احتمال دارد این رو ساخته باشند، اما خب با مقصد و مقصود ما همراهی دارد. تا اینکه با شمشیر می‌آید ابوذر و مقابل پیغمبر می‌ایستد که تو محمد هستی؟ می‌گوید بله. میگه تو چرا آمده ای و تفرقه افکنده ای؟ این چه سخنانی است که آمده ای و عرب رو از هم جدا کرده ای؟ گفت آیا سخنان مرا شنیده ای؟ گفت نه نشنیدم، زود بگو که کار دارم و میخواهم بروم انجام دهم کارم رو بروم. حال اینکه پیغمبر کدام آیات رو خوانده است، ولی گویا گفتن همین آیه نازل شده بود، از الشمس و کورت و از النجوم کدرت و از الجبال سیرت و از الوحوش حشرت، تا آخر این رو میخواند. این بلافاصله این شمشیر رو میگذارد پایین، دست و پای پیغمبر رو میبوسد، میگوید من اسلام آوردم و اسلام ابوذری، اسلام حقیقی که یکی از حقیقی ترین اسلام ها همین است. ابوذر انسان در حقیقت بی سوادی بوده است، کم سوادی بوده است و سواد به مفهوم فعلی که خواندن و نوشتن بداند نمیدانسته است. اما خب در طرف مقابل سلمان است، سلمانی که آمده است و رفته، زمانی زرتشتی مجوس شده است، زمانی یهودی شده است، زمانی مسیحی شده است و اکنون میشنود از مسیحیانی که در زمان پیغمبر بودن، از آنها میشنود که کسی آمده است ادعا دارد که من پیامبرم و سخن جدیدی آورده‌ام. میآید و پیغمبر رو ملاقات میکند و با او به شور و مشورت مینشیند. حال میگویند چند ماه، چندین روز طول میکشد تا اینکه پیغمبر کم کم شبهات او رو رفع می کند، چرا که او آن علم داشته است. آن علم حجاب سلمان بود در پذیرفتن اسلام حقیقی از پیغمبر. اما چون ابوذر علمی نداشت، حجابی هم وجود نداشت، از آن جهت بسیار صریح و ساده می پذیرد. قصه این است که عرفا آمدند و گفتند این علوم مکتبی و مدرسی به هیچ درد نمیخورد، اینها قیل و قال است. در مورد خود مولانا هم این مباحث اتفاق افتاده است. در مورد آشنایی مولانا با جناب شمس تبریزی سخنان فراوانی و قصه های فراوانی گفته شده است. یکیش هم این است که در مدرسه، گویا در مدرسه حلاویه بوده است یا در قونیه در یکی از مدارس، آنجا مولانا نشسته است کنار حوض و در آنجا کتاب‌هایی که از مرحوم والدش از بهای ولد بوده است رو می‌خوانده است و خود بر آن تقریراتی می‌نوشته است، تا اینکه ناگهان شمس از در آن مدرسه وارد می‌شود و یک راست می‌رود سراغ مولانا، می‌نشیند، میگوید ای پیر مرد، ای شیخ، که هستی و چه میکنی؟ گفت آمدم ببینم تو چه میکنی، تو چه کاری انجام میدهی. گفت عمو جان، چون ظاهر او چنین بود که هیچ کس گمان نمیبرد که او عالم و دانشمندی باشد و خود هیچ اظهاری نداشت. گفت پدر جان، همه اینها قیل و قال است، شما رها کنید، چون چیزی احساس کرده، این قیل و قال رو رها کنید و این قید و قال است و شما از آن سر در نمی آورید. گفتن ناگهان شمس عصبی شد و تمامی کتاب هایی که بود همه یک جا برداشت و انداخت توی آن حوض و مولانا بلند شد گفت چه می کنی؟ این
اثرات مرحوم والد من است. چرا چون این کردی؟ چرا اینها رو آب ریختی؟ همه رو ضایع کردی؟ گفت عصبانی نشو. بعد دست برد و همه این کتاب ها رو که همه خیس شده بودن دوباره آورد بیرون، بویی که اصلا یک قطره، یک نم هم از آن آب در این کتاب ها نبود. گفت این چیست یا شیخ؟ گفت این هم شور حال است که تو نمیدانی. آن قید و قالی بود که من نمیدانستم، این همان شور حالی است که تو نمیدانی. خلاصه قصه این است که این شور و حال بسیار مهمتر از آن قید و قال است. چه فایده ای دارد یک نفر 70 سال 80 سال عمرش رو بگذارد در فلسفه و در علوم مختلف و آخرش وقتی که میخواهد بمیرد، بهترینشان فارابی است که آخرش میگوید من نمیدانم خدا چگونه بود و من نمیدانم من اینه و الا اینه، من از کجا بودم و کجا رفتم. اما مولانا همه اینها رو در حال حیات میدانسته است. اما بحث دیگری بود، برای اینکه دیگران تصور نکنند که اینها از این علوم بی بهره هستند لذا میگویند این علوم به درد نمیخورد، مولانا و دیگران همه در علوم ظاهری سرآمد زمان خود بوده اند. اینها فلسفه رو بسیار عالی میدانستند، فقه رو بسیار عالی میدانستند. مولانا به 5 مذهب فتوا میداده است، به جای پدر نشسته بود و مجتهد اعظم مردمان آن زمان بود. همه به یک مذهب فتوا میتوانند بدهند، هر مجتهدی میتواند به یک مذهب فتوا دهد، به هر 5 مذهب فتوا میداده است. و مشهور است که وقتی به مولانا میرسیدن میگفت مسئله شرعیه از او میپرسیدن، میفرمود تو تابع کدام هستی؟ امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، تا شیعه هستی؟ تابع چه هستی؟ و هرچی میگفت مطابق فتاوای آن شخص بر او حکم میکرد. و قصه این است که اینها هرگز کمبودی از این جهت نداشتند و از این جهت است که سخنانشان بر ما اثر می‌گذارد. یک انسانی که بی‌سواد باشد و نداند این مسائل رو و بیاید بگوید اینها رو رها کن، ما خواهیم گفت که تو که نمی‌دانی چیست، تو جاهلی، تو در جهل مرکب خود هستی و قادر نیستی این رو درک بکنی. اما کسانی مثل مثلا ابن عربی بزرگ، مانند مولانا، مانند دیگران که اینها جامع علوم زمان خود بودند، اینها آمدن و گفتن این علوم فایده ای ندارد، دل رو صاف کن. آن وقت اشراق ربانی در آن دل طلوع می کند و شرقی در جان تو به وجود می آید و چیزی از درون تو، هزاران آفتاب از درون تو بر جهان می جوشد که این آفتابی که ما می بینیم او در برابر هر یک از این ذره های این هزار آفتاب شرمگین و خجل می شود. چون این جلوه ایست که از درون برآمده است، جلوه ایست که از درون وجود انسان برآمده است. این بسیار مسئله مهم است و همین رو داره با مثال های مختلف بیان میکنه. بحث میکنه. مولانا میفرماید که ببینید این که من میگویم که علم باید درونی باشد مانند آب است، یک مثالی میزنم به شما. شما فرض کنید در یک قلعه باشید و در حالت امنیت باشید، مشکلی نداشته باشید. یک آبی وارد این قلعه می شود و مردم از آن استفاده می کنند و از یک طرف بیرون می روند. اما اگر دشمن آمد، اولین کارش این خواهد بود که دور این قلعه رو خواهد بست و اجازه ورود آب رو نخواهد. آن وقت چه فایده دارد؟ آن وقت آن دجله‌ای که هست، آن جیهون شیرینی که از بیرون می آید به درد نمی خورد چون قطع شده است. یک چاه شور در درون آن قلعه بهتر از 1000 جیهون شیرین در برون قلعه هست. و این درونی و برونی بودن همین است. علمی که دیگران به ما بیاموزن این علم نیست، این محفوظات است. عمرمان را گذاشته ایم سر چیزهایی که حفظ کرده ایم، دیگران گفتند و ما آنها را حفظ کرده ایم. در تمامی علوم چنین است، در تمامی علمها چنین است.
چیزهایی که دیگران کشف کردند، دیگران آموختند، برای ما نوشتند و ما داریم اینها رو در دانشگاه ها تدریس میکنیم که چه نهایت چیزی که به آن میرسیم، اگر بتوانیم که نمیتوانیم، به آن علمی میرسیم که نویسنده این کتاب ها به آن دسترسی داشته است. بیشتر از آن چیست؟ همه این علوم چنین است. همه این علومی که در آکادمی ها، در دانشگاه های سراسر جهان ارائه می شود چنین است. چیزهایی است که دیگران یافتن بیرونی است، درونی و اندرونی نیست. بنابراین هیچ و پوچ است، فایده ندارد. فقط بر اساس تطبیقات علمی کارهایی انجام می شود. مولانا می فرماید اگر آب هم شور باشد، کم باشد، از درون خودت باشد. از درون خود باید تولید علم، باید از درون باشد. چرا اکنون ما در دانشگاه های من تولید علم به مفهوم حقیقی کلمه نداریم؟ به خاطر اینکه واقعا کسی از درون توجه نمی کند. و جلسه قبل عرض کردم شمس تبریزی رفت و نشست در جلسه محدثان بزرگ، همه گفتن که سمعت ان فلان ان فلان ان فلان سمعت ان فلان و هو ان فلان یقول، گفتن. بعد گفتن یا شیخ تو هم چیزی بگو. گفت من سه روز است اینجا آمدم، همه تون گفتید سمعت ان فلان ان فلان، یکی تون نبودید بگویید سمعت ان الله، از خدای احد واحد شنیدم که اینجوری بود. این چه فایده، این چه علمیست، این به چه درد میخورد؟ تکرار محفوظات به چه درد میخورد؟ خب این همه علم رو الان جمع کردن، الان خوشبختانه این عصر به ما خیلی واقعیت‌ها رو نشان میدهد. ما میتوانیم چندین هزار کتاب رو در یک مجموعه بسیار کوچک، در چیزی که مثلا یک سانتیمتر در یک سانتیمتر به ارتفاع یک میلیمتر دو میلیمتر هست جمع کنیم. این پی دی اف هایی که ازش استفاده می کنید، این چه اتفاقی است؟ و گویا دانشمندان گفتن که می توانن کم کم اعصاب انسان و در حقیقت آن چیزهایی که در انسان هست رو با اعصاب کامپیوترها هماهنگ بکنن. بعدن یک وسیله ای همه خواهیم رفت، شاید ما سنمان قد ندهد، ولی این جوانان حتما خواهند رفت. خواهند رفت فلانی تو این کیت رو نصب کردی؟ چه کیتی؟ یک کیتی هست که شما میزنی مثلا به پشت گردنت، میری اونجا، وقتی که اون رو زدی، خب الان میخوای چه کاره بشی؟ میخوای بگی من دکترای فلسفه غرب میخواهم. یک کیت کوچه که همه معلومات اونجا هست، میزنی اونجا و تا اونجایی که آن در پشت سر شماست یا در دست از شماست، شما دکتر در فلسفه غرب هستید. هر چه که بپرسن خواهید گفت. بعد میخواهید حالا یه چند تا دکترای دیگه هم داشته باشید، با یک مقدار پول میخرید اونها رو قرار میدهید. همچنان که همه الان موبایل دارن، همه این رو در بدنشون نصب خواهند کرد. دانشمندان گفتن و قبلا 10 سال پیش میگفتن 50 سال، الان میگویم 20 سال دیگر این اتفاق خواهد افتاد و شاید زودتر هم این اتفاق بیفتد. خب این علمی که بتوان با یک کیت کامپیوتری و یک کیت دیجیتالی شما این کار رو انجام بدهید، این چه علمیست؟ آن علمی به درد میخورد که اندرونی باشد، درونی باشد، از درون بجوشد. و چرا این همه علوم هیچ اثری در بهبود و سعادتمندی بشر ندارد؟ دقیقا به همین خاطر است که اندرونی نیست، بیرونی است، خارجی است و از بیرون آمده است، مانند آن جویی که داخل قلعه می رود و هنگامی که دشمن آن قلعه می آید دیگر اینجا هیچ کارایی ندارد. از اینجا معلوم می شود که چون استمداد عارف، استمداد یعنی طلب مدد و یاری جستن، یاری جستن عارف از سرچشمه حیات ابدی است. عارف کسی است که از سرچشمه زندگی ابدی، زندگی اصیل حقیقی استمداد می کند. از هر کسی ناکسی، از هر چیز کوچکی استمداد آب نمی کند. می رود دقیقا آن قسمتی که اصل و اساس است، از آنجا چیزی رو طلب می کند. و اصلا همینه، انسان خوب است وقتی چیزی را می خواهد از اصل آن بخواهد. شما در
جایی باشید و آبی از یک جایی بیاید، شما سعی نمی کنید بروید سرچشمه آن را پیدا کنید که پاکیزه تر است و آلوده نیست. خب اینجا هم چنین است. این سلسله معارف بشریه که از جانب خدا آمده است در جانب اولیای الهی و انبیای عظام است، در همین قرآن ما، در همین مأثورات دینیه ما هست. این که اگر انسان اینها رو درک بکند بسیار به علمهای دیگر دست پیدا می کند. لاجرم از چشمه های آب ناپاینده مستغنی است. کسی که برود و سرچشمه رو ببیند آیا می آید به این چیزهای دیگر توجه کند؟ آبهایی که ناپاینده است، یک ساعت هست و ساعتی دیگر نیست. یعنی عالم ربانی، عالم ربانی بسیار مهم است و این لفظ بسیار مهمی است. عالم بحث است، من نمیخوام از بحث جدا شم. عالم ربانی یعنی عالمی که رب و ربوبیت آن به دست خداوند باشد. خداوند عالم پروری میکند، علم رو خداوند میپروراند در وجود انسان. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، یعنی عالم ربانی هرچه یابد از درون یابد نه از برون. بیرون که خبری نیست. که یک قطره آب از درون خانه بهتر که صد جوی در بیرون رود، زیرا که در وقت از او نفع رسد نه از آنچه در بیرون است. که آب خانه است دست آب بیرون آریتیست. انسان آبی در درون داشته باشد آن بهتر است. لابد یومن، ناچار است روزی ان ترد دل ودایه، این که ودیعه ها دوباره به اهلش و صاحب ودایه برگردد. آن چیزی که به امانت نهاده شده است دوباره باید به صاحب امانت برگرداند. و کما اشار حضرت المولوی، حبذا کاری ز اصل چیزها، فارغت سازد از این کاریزها. تو ز صد ینبو شربت میکشی، هرچه زان صد کم شود کاهد خشی. ز اجتذاب چشمه ها گردی غنی. خب حبذا که از افعال مدح و ذم است، که از افعال مدح است و گفتن که حبذا یعنی چه زیباست، چه نیکوست، چه عالیست. کاریز اصل چیزه. کاریز هم معنای قنات هست. قنات هم به مفاهیم قدیمی که قدیم ها بوده است، در همین تبریز ما بوده است و همه محله های قدیمی صاحب این کاریز بودن. هر خانه در درونشان یک چاهی میکندن و در درون یک لوله کشی خاصی بوده است که در حقیقت لوله کشی نبوده است، یک مجرایی درست میکردن که از یک جایی آب میامد و درون خانه ها حرکت میکرد و از این چاه به آن چاه ارتباط داشت و هر کسی میتوانست از این آبها بردارد و استفاده کند. به این میگن کاریز یا همان قناتی که گفتند. حبذا کاریز اصل چیزها، همیشه به اصل برگردیم، از فروعات برحذر باشیم. من این رو چند بار عرض کردم خدمت حضرت شهریار، استاد عظیم شهریار شعر و ادب بودم در نوجوانی. از ایشان درخواست کردم که جناب استاد چه بخوانیم، ما چه میتوانیم بخوانیم، توصیه‌ای بفرمایید. سخن خیلی زیبایی گفتن که من از آن زمان آویزه گوشم کردم و سعی کردم که عمل کنم. فرمود مهم نیست چه میخوانی، هر چه میخوانی شاهکار باشد. در هر رشته‌ای شاهکار اون رو بخوان. شعر میخوانی مولانا بخوان، سعدی بخوان، نه این کتاب‌های شعری که هزار در هزار هست و هر کدام اگر انسان از اول تا آخر یک چندین بار هم بخواند نهایتاً هیچ آیدش نخواهد شد جز کلمات تکراری که بیان کرده است و جز بس و شکواهایی که آن شاعر داره. اگر رمان میخوانی مثلا رمان شکسپیر رو بخوان. خود اینها رو چند تا مثال زدم. در همه چیز اینجوری هست. اگر میخوایی فلسفه بخوانی برو مثلا
کتاب‌های صحیح و اصیل رو بخوان، هر چه که می‌خواهی بخوانی اصل رو بخوان و شاهکار رو بخوان. وجود دارد دیگه، در هر جای انسان در هر علمی حساب کند یه چند تا کتاب شاخص در آنجا هست. خب اینها رو بخواند انسان، چرا انسان برود چیز رو بخواند که به دردش نخورد؟ بعد که این اصول رو خواندید، بعد بروید سایر کتاب ها رو نظری بندازید، ببینید همش از آن اصول گرفتند. یک کتاب است ولی ده ها هزار کتاب از آن نوشته شده است و کسی با فطانت و هوشیاری این را بخواند میفهمد که این قسمت از آنجا گرفته شده است. بعضا این عقاید جدید مطرح می شود و کسانی که با این عقاید آشنا نیستند میگویند فلان کس مسئله جدیدی را مطرح کرده است. من میگویم نه، اصلا این مسئله جدید نیست، این رو 3500 سال قبل فلان کس در فلان کتابش گفته است. میگه این یک مسئله بسیار مهم است. میگم نه، اصلا مسئله 1000 سال قبل فلان کس، چون اون شاهکاره، فلان کس در فلان کتابش گفته است. ما اصلا سخن جدید نداریم، ما واقعا سخن جدید نمیشنویم، چون اطلاع داریم که قبلا چه نوشته شده است. بنابراین سخن جدیدی وجود ندارد در هیچ حوزه‌ای، مالاسف سخن جدید وجود ندارد، چون همه از بیرون گرفتن و از درون هیچ کس خبری نیست. در همه علوم استثناء هم نمی کنیم، آمدن و آن چیزی که دیگران گفتن یک چیزی به او اضافه کردن، یک چیزکی به آن اضافه کردن. شاید بتوان گفت که واقعا به یک بنبست علمی رسیده ایم. توز صد ینبوع شربت می کشید. تو از 1000 تا چشمه 100 تا چشمه می روی و شربت، آب شرب می خوری، شربت می کشی. هر چه زان صد کم شود کاهت خشی. میگه اگه مثلا از 100 تا که می خوردی این 100 بشه 90، میگه افسوس که آن 10 تای دیگر از دست رفت. خوشی تو کاهش پیدا می کند، چون بجوشد از درون چشمه سنی، ز اجتذاب چشمه ها گردی غنی. اجتذاب یعنی طلب جذب کردن، جذب کردن سایر چشمه. میگه اگه تو در درون خودت چیزی داشتی دیگه از اینها، همه اینها فارغ می شدی. اگر علم حقیقی در وجود تو باشد دیگر نیازی به این همه کتاب ها وجود ندارد. واقعا الان میگویند که اگر تعداد کتاب‌هایی که در جهان منتشر می‌شود به عرضشون قرار دهیم در یک جایی و شما با یک خودرو، با یک ماشین حرکت بکنید، سرعت این کتاب‌های جدیدی که در کنار هم گذاشته شده است و هر لحظه به آن اضافه می‌شود، برای اینکه شما برسید به آن کتاب‌هایی که نگاشته می‌شود، سرعت 80 کیلومتر در ساعت باید داشته باشید. یعنی شما باید الان با سرعت 80 کیلومتر در ساعت حرکت بکنید که بتوانید این کتاب‌هایی که تازه منتشر می‌شود و در کنار هم نهاده می‌شود رو ببینید. من لیست کتاب‌هایی که در ایران منتشر شده بود می‌دیدم، حساس بودم می‌دیدم که چه بوده است. خب همه، غالب کتاب‌ها چاپ دوم و سوم است، تألیف است. یعنی چه کرده؟ آن نویسنده اینها رو جمع کرده، از آنجا و از اینجا برداشته، یک مجموعه ای کرده است و نامش رو کتاب گذاشته است. تصنیف وجود ندارد، زایش علمی وجود ندارد. شما یک کتاب 300 صفحه‌ای رو در هر رشته‌ای که هست، من در رشته خودم وقتی که نگاه می‌کنم یک صفحه چیز جدید ندارد. این به خاطر این است که علم‌ها در حقیقت شاید برای کسی که نمیداند چیز جدید زیاد داشته باشد، اما برای کسی که اینها رو خوانده و میداند، اصلا میبیند که هیچ چیز جدیدی وجود ندارد. هیچ چیز جدیدی در شاعران ما، تعبیر جدید بسیار اندک است، تعبیر جدید و سخن شگفت‌انگیز وجود ندارد. و قس علی هذا، چون بجوشد از درون چشمه سنی، ز اجتذاب چشمه ها گردی غنی. قلعه را چون آب آید از برون، در زمان امن باشد در فزون. اگه قلعه، همان قلعه رو مثال دیدن که اگر از بیرون بیاید در زمان امن در فزون نیست، امنیت باشد که مشکلی نداری.
چون که دشمن گرد او حلقه کند، تا که اندر خونشان غرقه کند. دشمن بیاد میخواد همه اینا رو بکشه، قلعه رو فتح بکند. آب بیرون را ببندند آن سپاه، تا نباشد قلعه رازانها پناه. آب رو میبند. آن زمان یک چاه شوری از درون، بهز صد جیهون شیرین از برون. گلشنی که از نقل روید یک دم است. نقل یعنی چه؟ نقل یعنی این که من فقط مثلا قرآن رو بگویم، احادیث رو بگویم. این میگه این یک دم است، یک لحظه است، نقل است. دو علم از دو قسم، علم کسبی دو قسم دارد، یا نقلی است یا عقلی است. یا علم منقول است یا معقول است. منقول است یعنی چه؟ یعنی این که از دیگران نقل میکنیم چیزها و سخنانی که دیگران گفتن، ما نقل میکنیم، انتقال میدهیم، یک بار انتقال میدهیم به مغز بیچاره خودمان این محفوظات رو، و بعد هم این رو به دیگری انتقال میدهیم. یک بار هم هست که معقول است، علوم معقول، یعنی علمی که تعقل میکند. به هر دو رو زیر سوال میبرد. میگه گلشنی، این گلشن است، خیلی هم زیباست، اما یک دم است، یک لحظه است. این گلشن بعداً از بین میرود. گلشنی که از نقل روید یک دم است، گلشنی که از عقل روید خرم است. میگن گلشنی که از عقل و از، چون عقل درونی است، اما آن نقل بیرونی است. این که درونی است، گلشنی که از عقل میره. این عقل منظور چیست؟ توضیح داده ایم که این عقل کل است، و الا مولانا با عقل جزئی کلن سر ستیز دارد. عقل جزئی رو نمیپسندد. عقل کلی چون بسته هست به آن عاقل مطلق، به آن عاقل کل. گلشنی که از گل دمد گردد تباه. گلشنی که از گل رویده باشد، خب به هر حال روزی از بین میرود. گلشنی که از عقل، گلشنی که از دل دمد وا فرحتا. ولی گلشنی که از دل دمیده شود، بسیار بسیار فرح بخش و زیبا و شادی آور است. علم های ظاهر دانشوران، زان گلستان یک دو سه گل دسته دان. یه چند نفر از دسته گل ها رو جمع کرد، از گل های مختلف جمع کرد. یه علامه است، از هر گلی یک رنگی بویی آمده است و دستش جمع کرده است و این رو میخواهد بشریت ارائه بدهد. ولی میگه علمهای ظاهر دانشوران، زنگلستان یک دو سه گلدسته دان. رفتن از اون گلستان یک دو سه گلدسته چیده اند و برای خود برگزیده اند. زن زبون این دو سه گلدسته این، که در گلزار بر خود بسته. میگه شما اصل رو بسته اید، در گلزاری که دائم از آنجا گلها میروید رو بسته اید، و آمده اید دلخوش کرده اید به گلهایی که دیگران از آن چیده اند و میخواهند به شما هدیه کنند. در بیان علم لدنی که علم اهل دل است و اهل تن از این حال غافل. علم لدنی رو میخواهد بیان کند که مال اهل دل است، اهل گل از اینها فارغند و بیخبر. کما اشار المولوی، علمهای اهل دل هم مالشان، علمهای اهل تن احمالشون. خیلی زیبا میگه اونهایی که اهل دلن، علمهاشون اینها رو حمل میکنند. علم اهل دل رو بر روی دست میگیرد، چون اینها علم دلی دارن، نه علم گلی. با علم دل پیش رفته اند، اینها رو سوار بر علم میشوند. اینها وبال آن علمند. اما علمهای اهل تن احمالشان، اونها بر اینها سوارند. علمهاشون هر چقدر که عمیق‌تر است، کوله بارشان سنگین‌تر است و کمرشان خمیده‌تر است. مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا. خب حمار هم اسفار نقل می‌کنه، منتقل می‌کند. شما به یک حیوانی ببندید، به یک، هر چقدر کتاب هست اینها رو ببندید، خب چه فایده دارد؟ وقتی که نه این کتاب ها از آن اوست و نه به
درد او میخورد. این چه فایده دارد؟ علم چون بر دل زند یاری شود. علم وقتی که دلی باشد آن وقت یار انسان میشود، به انسان کمک میکند که او رو به بالاتر برساند. علم که بر گل زند باری شود، آن یار است و این بار خاطر است. علم هایی که بر گل میزند، گلی هستند. یعنی چه؟ یعنی با تن مراوده دارند. گفت ایزد یحمل و اسفارهو، بار باشد علم کان نبود زهو. خداوند که فرمود یحمل و اسفارا، فرمود که مسئله ایشان، مسئله آن انسان هایی که تنشان حمال علم است، مانند که مسئله الحمار، مانند خرانن که یحمل و اسفارا. ما این خران اسفار و کتاب ها رو در پشت خود حمل می کنند. بار باشد علم کان نبود زهو. وقتی علم از هو نباشد، از حضرت هو و حضرت او نباشد، آن وقت این علمیست، بار است، باریست گران که بر دوش جان انسان کشیده می شود. علم کان نبود زهو بی واسطه. میگه اگه علم بی واسطه نباشد، به واسطه این کتاب ها و این استادان و این مدرسه ها و این کلاس ها باشد، او نپاید همچو رنگ ماشته. میگه این مشاطه که می آید و یک عروسی که زشت است او رو تزیین می کند و زیبا قرار می دهد، و وقتی که داماد او رو می بیند، می بیند این چه زیبا بوده است، ولی بعد از چند روز که این اثرات ماشتگی از بین رفت، می بیند چه خلاصه بعد عظمتی داشته است. خب این چنین هست، یعنی این علم ها همان است. علم کان نبود زهو بی واسطه. این زیبایی، زیبایی ظاهری است. القاب خاصی لقب می دهن، فلان کس نمی دانم دکترا دارد در فلان. خب که چه؟ که چه مثلا؟ چه می کند این با این دکترایش؟ و خیلی هم خود را برتر می داند و این موجب غرور علمی می شود. فکر می کند که چه کاری کرده است. لیک چون این بار را نیکو کشی، بار برگیرند و بخشندت خشی. ولی اگر این بار رو خوب بکشی، آن وقت بارت رو میگیرن و خوشی بهت میدن. اصلا این علم برای چیست؟ علم برای سعادت است یا نه؟ کدام یک از این علم ها انسان رو سعادتمند کرده است؟ از این علوم ظاهری آیا واقعا بشر سعادتمند شده است؟ از این علم هسته‌ای آیا بشر سعادتمند شده است؟ یا اینکه اجازه بیشتری یافته است با یک دگمه 50,000 انسان رو به عالم نیستی بفرستد؟ این چگونه علمی است؟ این علم احمال است. این علمی است که انسان علم آموخته، یاد میگیرد، مسلسل بسازد و با آن هم نوعان بیشتری از خود رو بتواند بکشد. بمب بسازد با علم، هواپیما بسازد با علمش که بتواند هم نوعان خود رو بتواند بیشتر بکشد. خیلی معذرت میخوام، کدام الاغ و گاوی چون این کاری میکند که این بشر چون این میکند؟ این علمی که به وجود آورد است برای سعادت او نیست، برای شقاوت اوست، برای بدبختی اوست. علم بایستی در مسیر رفاه انسان ها، در مسیر بهبود وضعیت انسان باشد، نه اینکه بیاید هر لحظه سلاح بسازد تا اینکه من 2,000 کیلومتر آن طرفتر هم نوعان خودم رو بتوانم بکشم. این چه منطقی است؟ این چه منطق علمی است؟ علم اگر علم است بایستی طوری باشد که انسان رو به سعادت نزدیک کند، انسان رو به انسانیت، به شادی، به فرحناکی، به اصل انسانیت رهنمون شود. وگرنه این علم ها که همه حمال بوده است، احمال بوده است، بر دوش انسان این علم ها سنگینی کرده است. هین بکش بحر خدا این بار علم، تا ببینی در درون انبار علم.
میگه این علم درونی رو ببین، این علم باید در درون انبار باشد. همچون موسی نور که یابد ز جیب، سخره استاد شاگرد کتیب. دیدید بعضی افراد که وقتی استاد سخن میگوید به جای اینکه گوش کند مینویسد، این شاگرد کتیبینه که بسیار نویسا هست، به جای اینکه به سخن گوش کند هی داره سوادش رو زیاد میکند و سیاهی به بار میآورد، به جای اینکه بداند این چیست، این برای چه گفته میشود. میفرماید مانند موسی باش. موسی چه کار کرده؟ علم رو از جیب، از درون، از زیر بازوی خود به دست می آورد، از قلب خود به دست می آورد. این علم باید قلبی باشد. اگر قلبی نبود فعضا تخرجی یک بیزا نمی شد. این ید بیزای موسوی به واسطه چیز؟ به واسطه اینکه از درون است. و این انسان اگر این علم رو درونی و اندرونی بکند، البته آن وقت خوشبخت خواهد بود. خیش را صافی کن از اوصاف خود، خیش را صافی کن از اوصاف. صوفی هم یعنی همین. صوفی آن است که خود رو از اوصاف خود صاف کند، خود رو از وصف‌های انسانی و وصف‌های بشری خود رو پاک و خالص کند. عارف حقیقی کسی است که بیاید و تمامی آن صفات زشت و رذایل اخلاقی رو در خود از بین ببرد و به جای آن حله الهی و زیور الهیه رو در دل خود جانشین کند. خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود. ما آخه اصلا ذات صاف خودمون رو هم نمیبینیم. ما یک منی داریم، یک چیزی داریم در اندرونمون که خبری از آن نداریم. عرفا گفتن تا خلوت کامل نداشته باشی تو به آن من درونت و آن جان جانت پی نخواهی برد و درک نخواهی کرد. آن خلوت عاشقانه، آن خلوت عارفانه هست، خلوتی که آنقدر باشد تا انسان با خود بیاندیشد، انسان ببیند من کیستم، سر برون فرو برد و دل خود را ببیند که در چه حال است. این دل خدایی است یا شیطانی است؟ این دل کدامین سو می رود؟ کدامین جهت حرکت می کند؟ خیش را صافی کن از اوصاف خود، از اوصاف بشریت باید خود را صافی کنی تا ببینی ذات پاک صاف خود. بینی اندر دل علوم انبیا، آن وقت میبینی که همه آن انبیا که آمده اند این علوم رو دادن. شما میدانید البته همه که این علومی که رایج است همه از طریق انبیا آمده است و مولانا به این اعتقاد دارد. این علمها را هیچ کدام دانشمندان کشف نکردن. یا مثلا بگویید مثلا فیثاغورس فلان رو کشف کرد، فلان کس فلان رو کشف کرد. گفتن که نظر مولانا همین است، ممکن است کسی بپسندد این نظر رو، ممکن است کسی نپسندد، ولی همه علوم از انبیا ریشه گرفته است. مثلا صنعت حصیربافی رو گفتن از حضرت سلیمان آموخته است، از حضرت داوود علیه السلام کار با آهن و چیزهایی که مربوط به آهن است و صنایع مستظرفه که مربوط به آهن است و حلقه سازی و کارهای بسیار ظریف آهن رو او انجام داده است. و هر کدام یا مثلا حسابداری خاص رو یا مثلا کشاورزی نوین رو مثلا حضرت یوسف مثلا انجام داده، حضرت موسی چیزهای انجام داده، حضرت عیسی علم پزشکی رو بسیار سفارش کرده است. حال مولانا معتقد است به این که این علومی که الان در جهان است بدون بال و پر، همه اینها زایده چیز علم انبیاست. چرا؟ چون علم نزد خداوند است و اینا از جانب خدا آمده اند و اینها راحت ترین و صاف ترین راهند برای اینکه علوم در اختیار بشریت قرار بگیرد. و آنچه که در مورد ملاهم ظهور حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف گفته شده است همین است که در روایات متعدد گفته شده است. وقتی آقا ظهور فرمود همه آن علومی که مکتوم است یک دفعه ظاهر خواهد شد. اعتقاد دارد شیعه.
درست یا غلطش رو کاری ندارم، ولی این اعتقاد شیعه هست که او خواهد آمد و تمامی دفاع این الارض رو مکشوف خواهد کرد، خواهد فرمود اینجا دفینه فلان است، بردارید استراحت کنید، بردارید استفاده کنید، و همه جای جهان را نشان خواهد داد و همه مردم در صلح و صفا و آرامش و فراوانی و وفور بسیار عظیم زندگی خیلی زیبا و راحتی خواهند داشت و هم مدینه فاضله ای که بشر به دنبال او بوده است و تحقق خواهد یافت. بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. خیلی زیباست، میگه نه کتاب لازم است نه معید. معید میدانید که چی بوده، استادان یک دستیارانی داشتن که اینها اعاده میکردن، یک مثلا شاگرد بهترین شاگرد بود که یکی دو سال از شاگردان دیگر بالاتر بوده است، در حوزه های علمیه هم بوده است، من هم چند سال معید بودم خودم، که مثلا برای یک سال پایین تر از خودم این درس ها رو مرور می کردیم، درس های حوزوی رو می خواندیم و می گفتیم که خب این رو یاد می دادیم، مثلا کم کم آموزش می دیدیم که کم کم بتوانیم این علوم رو یاد بدهیم. معید یعنی این که اعاده می کند، کسی که بتواند دوباره آن درس هایی که از استاد خود مثلا سال قبل یاد گرفته است، امسال این رو به شاگردان دیگر بگوید تا اینکه کم کم خود به مرحله استادی برسد. میگه بدون کتاب و معید و اینها دیگر نیازی نیست، اینها یک امر خاصی، بی صحیحین و احادیث و رواد، بلکه اندر مشرب آب حیات. اهل سنت 6 کتاب دارن که صحاح سته بهش میگن، یعنی همچنان که ما کتب اربعه داریم، اهل سنت صحاح سته دارن، یعنی مثلا صحیح مسلم است، صحیح بخاری است، سنن ترمذی است، سنن ابی داود و غیر اینها هست، که تمامی احادیثی که راجع به اینها هست، این راجع به اهل سنت هست، آنجا گرد آمده است. مولانا به اینها هم میگه، در جای دیگه میگه که حتی شافعی هم در اینجا در درس عشق درسی نکرد، حتی امام شافعی که بسیار مورد احترام فریقین است، هم مورد احترام شیعه هست و هم مورد احترام اهل سنت هست، میگوید مولانا میگوید حتی امام شافعی هم کاری نتوانست بکند. چرا؟ چون علم نقلی بود، از دیگران نقل کرده است، از خود چیزی بر آن نیفزوده است، از خود چیزی بر آن اضافه نکرده است. این به چه درد میخورد؟ بی صحیحین، حال اینجا صحیح بخاری و صحیح مسلم منظورش است، بدون دوتا صحیح و احادیث و روات، راویان احادیث، بلکه اندر مشرب آب حیات، در محل نوشیدن آب حیات است که آنجا اینها رو یاد میگیرند. ور مثالی خواهی از علم نهان، قصه خوان از رومیان و چینی. الان مثالی میزند که ما بدانیم که منظور او چه بوده است. حکایت رومیان صافی دل که به صفای آینه عکس نقوش چینیان ظاهر بین را به سلطان روم بهتر نمودند، از آنچه ایشان کشیده بودند، به جهت سقالت محل و تصفیه آن، و صوفی هو صافی. خب اینجا قصه زیبایی بیان می کند که پادشاه روم آمد و گفت که این نقاشی، می دانید که روم در مجسمه سازی بسیار دست قهاری داشته است و چینیان در نقاشی و حالا در مکاتب نقاشی چینی که بعداً بعضی از این چینیان آمدن و در همین تبریز ما آمدن و تبریزیان این حرکت رو به این نقاشی چینی اضافه کردند و این رو به مکتب تبریز این رو احاله کرد به مکتب اصفهان و جاهای دیگر، که در نقاشی چینی حرکتی وجود ندارد، همه ایستا هست. و دومین بحثی که هست، یک نور عام همه جا رو گرفته است و آن سایه و شعاعی وجود ندارد، که این از نظر فلسفه نقاشی و فلسفه این هنرهای تجسمی خود جای خاصی دارد که اینجا جایش نیست. این چینیان آمدن و چینیان به ظرافت مشهور بودند و به اینکه رنگ‌های بسیار زیبا به کار می‌بردند و نقش‌های بسیار ظریف
با قلم‌های بسیار مویین که با یک مو، فقط یک مو داشته از با آن نقاشی‌های شگفت‌انگیزی می‌کشیدند. اینها آمدند، پادشاه روم هم رومیان را هم گفت که خب شما بیارید. رومیان بیشتر به اهل صیقل دادن به مجسمه هاشون بودند. اینها آمدند، پرده کشیدند، هر روز این چینیان می‌رفتند و از پادشاه و از خزانه پادشاه رنگ‌های مختلف، صدها رنگ رو انتخاب می‌کردند و می‌آمدند و بسیار نقش‌های زیبایی بر روی این دیوار کشیدند. رومیان اما به جایان آمدند و فقط صیقل دادند و این دیواری که بود این رو بسیار صاف و شفاف کردند. فردایش که بعد از چند روز چند ماه که شاه آمد تا نتیجه رو ببیند، وقتی این پرده رو کشیدن، هر چه که عکسی که چینیان کشیده بودند، عکس آن در غرفه رومیان افتاد و این بسیار زیباتر بود، چون یک مقدار محوتر، یک مقدار حالت خاصتری داشت. از این جهت اینها برنده شدند. مولانا میگوید آن نقاشان چین مانند این علمای ظاهری هستند که خیلی زیبا میکشند، عالی میکشند، سخنان عالی، سخنان ریز میگویند، اما اینهایی که صوفی صافی هستند، دلشون رو پاک کردند، همه آنها منتقش شده است در اینجا بدون آن ضرب قلم ها و آن خطوات و اشتباهاتی که ممکن بود در آنجا اتفاق. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما با کر و فر. کر یعنی حمله کردن، فر هم یعنی فرار کردن. کر و فر یعنی یکی حمله کند و فرار کند. اساساً هر سربازی که بتواند به وقتش حمله برد، نترسد و به وقتش حمله ببرد، و وقتی آنها هجوم آوردن به وقتش فرار کند تا جان خود رو حفظ کند و این کر و فر، این حمله و دفاع و حمله و برگشت ادامه داشته باشد، این یکی از فنون رزمی بوده است و بسیار مهم بوده. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما با کر و فر. گفت سلطان امتحان خواهم در این، کس شماها کیست در دعوی گزین. این ادعایی که میکنی ببینم کدام یک از شما گزیده هستید در این ادعایی که دارید. اهل چین و روم چون حاضر شدند، رومیان در علم واقف‌تر بودند. رومیان علمشان بیشتر از چینیان بوده است. رومیان گفتند یک خانه به ما خاص بسپارید و یک خانه شما، یک خانه به ما بدید، یک خانه هم به اونها بدید. بود دو خانه مقابل در به در، زو یکی رومی ستد چینی دگر. دو تا خونه رو آوردن جلوی هم و حالا در بوده، پرده‌ای بوده، یکی چینیان یکی هم رومیان. چینیان صد رنگ از شه خواستند. این رنگارنگی خیلی مهم، مولانا اینجا نظر داره که این رنگ بیرنگی، مولانا جایی دارد که رنگ بیرنگی بگیرید. این رنگ هایی که در جهان است اینها به هیچ دردی نمی خورد. انسان آن است که رنگ بیرنگی، رنگ صافی، رنگی که اصلا رنگ نباشد، عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. این که این رنگها نهایتاً به ننگ تبدیل خواهند شد. چینیان صد رنگ از شه خواستند، پس خزینه باز کردن ارجمند. هر صباحی از خزانه رنگها، چینیان را راتبه بود از عطا. راتبه یعنی مقرری، آنچه که هر روز می‌رفتند رنگ‌های فراوان از پادشاه رومیان می‌گرفتند. رومیان گفتند نه نقش و نه رنگ. اصلا ما آمده ایم که صاف باشیم. این نقش‌ها چیست؟ این نقش‌ها باید روزی از بین برود. همان نقش علم است، نقش علوم ظاهریه است. رومیان گفتند نه نقش و نه رنگ در خرایت کار را جز دفع زنگ. باید این زنگار و زنگ و این کثافات جسمانیه که مقابل لطافات روحانیه رو گرفته، بایستی این رو ما پاک کنیم. این زنگاری که بر قلب ما هست ما باید اون رو پاک کنیم. در فرو بستند و صیقل می زدند. اونها هی نقشه می کشند، اینها فقط صیقل می زدند. در فرو بستند و
سیقل می زدن همچو گردون ساده و صافی شدن. می گوید گردون رو نگاه کنید اصلا هیچ نقشی داره؟ نه. و اساس هم همین است. هر کجا رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. خیلی زیباست. میگه هر کجا که رنگ باشد، رنگ یعنی چه؟ یک چیزی اضافه شده. وقتی رنگ هست بیرنگی هم وجود خواهد داشت. وقتی چیزی وجود داشته باشه عدم آن چیز هم وجود خواهد داشت. هر کجا رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. رنگ می آید مانند ابر جلوی ماه رو می گیرد و جلوی تابش او رو می گیرد. چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهل‌ها می‌زدند. گفتند با دیگه بردیم دیگه، هیچ کس نمی‌تونه اینقدر زیبا اینها رو بسازد. شه در آمد دید آنجا نقش‌ها، می‌ربودان عقل را و فهم را. دید اون نقش‌ها واقعاً انسان رو می‌رباید، عقل رو، هوش رو می‌برد، هوش ربا هستند. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان، عکس آن تصویر و آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. عکس آن افتاد در این خانه رومیان که صاف بود. هرچه آنجا دید اینجا به نمود، هرچه که اونجا دیده بود اینجا بهتر و زیباتر نشان داده می شد، محوتر بود و زیباتر بود. دیده را از دیده خانه می رو بود. خیلی زیبا شاعرانه. دیده خانه یعنی اون حدقه، اون جایی که چشم هست. میگه دیده میخواست که پاشه بره و اون زیبایی رو ببینه و این دیده خانه رو رها کنه. رومیان آن صوفیانند ای پسر، رومیان آن صوفیانند ای پسر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. اینها هیچ هنری ندارند جز بی هنری، هیچ خطی نمی کشند جز بی خطی، هیچ نقشی نمی زنند جز بی نقشی. رومیان آن صوفیانند ای پسر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. لیک سیقل کرده اندان سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. نه آز دارند، نه طمعکارند، نه حریصند به چیزی، نه بخیلند و نه کینه‌ای به دل دارند. این چهار تا صفت عرفا و صوفیان صافی است. این چهار صفت را اگر کسی داشت واقعا او هدایت شده است، او واقعا به جایی رسیده است. طمع هیچ نداشته باشد، حریص به چیزی نباشد، حرص چیزی رو نخورد، بخیل نباشد و کینه نداشته باشد. این چهار مورد واقعا اگر ما فقط این چهار مورد رو کم کم در خودمان به وجود بیاوریم، چه عظمتی خواهیم داشت، چه انسان بزرگی خواهیم داشت. دلهای ما، سینه های ما پر از کینه های چندین و چند سال است. 20 سال قبل او به من این حرف رو زد، 10 سال قبل او به من اینجوری نگاه کرد، میدانید چه کرد با من؟ 5 سال قبل پدر مرا در آورد. این کینه ها و این بیهوده ها می آید و دل انسان رو کدر می کند. به خدا سوگند ایمان در این دل وارد نمی شود، محبت و عشق الهی در این دل وارد نمی شود، چون عشق کینه در آن وجود دارد. این کینه ها رو اگر انسان از دلش صاف کند، این بخل و حسد و همین ها رو اگر از دلش فارغ کند، آن وقت است که در درون خود چیز دیگری رو مشاهده خواهد کرد. آن صفای آینه وصل دل است. دل وصلش هم مانند آینه هست که پاک کنی تا نشان دهد آنچه را که باید نشان دهد. این دل عرش الله، این بایستی فقط خدا رو نشان بدهد. اگر این دل رو صاف نکنم چیزهای دیگر رو نشان خواهد داد، زنگارهایی رو که بر این دل بسته ام نشان خواهد داد. آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی منتها را قابل است. خیلی زیبا میگه درست آن صورت، اولا صورت نیست،
و بی‌منتها هست. اما آن صورت بی‌منتها قابلیت دارد، قالب آن صورت بی‌منتها می شود، خدا هست که در دل او می افتد و این از اعجاب است. این یک امر عظیم پارادوکسیکال است که خداوند چگونه وقتی صورتی ندارد و وجودی ندارد در دل می افتد. اینها رو بر اساس تجربه گفتن، نه بر اساس علم. سخنانی که مولانا گفته است خود اینها رو تجربه کرده است. آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی‌منتها را قابل است. قابلیت ایجاد می کند برای آن صورت بی‌منتها. صورت بی صورتی در حد غیب، آن چه صورتی؟ صورت بی صورتی است، صورتی که اصلا صورت نیست. صورت بی صورتی در حد غیب، آینه دل راست در مضمون جیب، در جیب و گریبان انسان، در درون انسان، در وجود انسان. این چه که در قرآن به بین یدی اشاره کرده است همین است. بین یدی که زیاد آمده است در قرآن، بین یدی یعنی چه؟ میان دو دست انسان. بین یدینه بوده دیگه، به خاطر مضاف الیه واقع شدن نون حذف شده. بنابراین یعنی آنچه که بین دو دست انسان است. یعنی چه؟ یعنی وجود، قلب انسان، مغز انسان، وجود انسان، آنچه که خود انسان است، خود انسان، که او باید بی صورت باشد. تا ابد هر نقش نو کاید برون، بی حجابی می نماید اندرون. دیگه حجاب علم هم نیست. علم حجاب است، علم حجاب اکبر است. این حجاب اکبر رو باید رها کرد و وقتی دل صافی شد آن وقت می شود از صوفی هو صافی. صوفی کسی است که صاف کند وجود خود رو و اندرون خود رو صاف کند از غیر الله، از من دون الله خود رو صاف کند. اهل صیقل رستند از بو و رنگ، هر زمان بینند خوبی بی درنگ. هر زمان به هر لحظه می بینند، هر لحظه در تماشای دیگری هستند، چون آن عالم عالم عظیمی است. هر لحظه به اندرون خود توجه کنند، در دل خود چیزهای زیبای دیگری مشاهده خواهند کرد. نقش و قشر علم را بگذاشتند، این پوسته علم را فروغ نهادند و آن نقش علم رو و ظاهر علم رو، نقش کلمات علمی رو کنار گذاشتند. نقش و قشر علم را بگذاشتند، رایت عین الیقین افراشتند. همان که در قرآن آمده است که عین الیقین یعنی عین چشمی که واقعا میبینند، چشم یقینی که به انسان داده میشود. یکی علم الیقین است، علمی هست که یقینی هست. پس از آن عین الیقین است، آنچه که علم دارد او رو عیناً و با چشم خود مشاهده می کند و دیگر از این مشاهده هم عبور می کند و از مشاهده مشاهده علم هم عبور می کند و می رسد به حق الیقین که حقیقت یقین الوهی در آن است. گرچه نحو و فقر را بگذاشتند، لیک محو و فقر را برداشتن. مولانا میگه نحو مخوانید، درس نحو مخوانید، درس محو بخوانید، درس فقه نخوانید، درس فقر بخوانید. محو، نحو محو بیاموزید، فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کمابد یابی یار شگرف. این فقه فقه، حالا نه خود فقه، فقه فقه که دیگه خیلی فقه چیست، فقه اصیل است. صرف صرف و نحو نحو و صرف صرف، در کمابد یابی یار شگرف. تو هر قد که نگاه می‌کنی این کم میاره، در همه جا کم میاره. ای درویش در مکتب استاد عشق، نحو را به محو بدل باید کرد و فقه را به فقر، تا از حقایق علوم ربانی برخوردار شوند کما اشار المولوی. پیش استاد اصولی هم اصول، خواندن شاگرد چست
بلفضول پیش استاد فقیهان فقه خان فقه خواندی نی اصولا در بیان. پیش استادی که او نحوی بود جان شاگردش از او نحوی شود. پیش استادی که او محو ره است جان شاگردش از او محو شه است.